درود به دوستان، خیلی خوش اومد به ویدیو امروز. شاید فکر کنید میخوایم روی این کلیک کنیم یا شاید روی این، نه روی این احتمالا فکر نمی کنید چون که صفره. اما میخوایم روی این کلیک کنیم. سوروایول هارد، اولین سوروایول هارد ایرانی. این چی میگه این وسط؟ به به، میزنم از این پرتقال های ململانهی بر شاخساران درختان نیلگون. اینجا کجاست؟ سوروایول هارد گیم مود جایگزین بچه هاردکور بود که مطمئنن ویدیوهای قبلی دیده بودید که ازش هم گفتم که بالاخره سوروایول هاردکور تموم شده و الان میخوایم بریم سراغ سوروایول که دیگه مردیم هم یکم راحت زندگی کنیم، با اینکه هارده و خیلی سخت پیشرفتوش، ولی بازم گزینه خوبیه برای بقا، برای پیشرفت، پادشاهی. ماشاءالله. و از عمد این بایومش هم بایوم خیلی افتضاحیه. از عمد کرم خود سرور بوده بچه‌ها که یه مقداری پیشرفت واقعا توش هاردتر باشه. مثلا ما میومدیم بایوم چه میدونم اوکو، حالا اسمشو نمیدونم، پلینز میذاشتیم، قاعدتا یارو میرفت سری کاراشو انجام میداد. اما اینجا دیگه یه مقداری داستان فرق میکنه. کیت میتم هیچی نداره، فقط 100 تا کلیمه که حالا بریم شروع کنیم ببینیم چه میکنیم میتونیم انجام بدیم اینجا. به به، از سلطان هاردکور نخوا که اینجا باخت بده. سلطان اونجا هم برنده بوده. آره تو گونی. چرا انقدر مابا زیادن؟ همین امروز هم مابا آن شده. مقداری استیک برداریم برای جلو رفتن. بعد برم یه مسیر جنگلی پیدا کنم، بتونم یه چند تا چوب جمع کنم و از این حرکت ها بزنم که دیگه یه جا رو انتخاب کنم برای ساختم. چون میبینید هیچ بشری اینجا هیچی نمیسازه، یعنی اصلا پا نمیدن به اینجا، میگن چیه الان اینجا شروع کردیم دیگه یه 3 کیلومتر باید بریم تا علوفه برای خودمون بیاریم. خاکم که نمند اصلا نداره، کلن به فنا میرن. به بایوم زیبای دزرت رسیدیم در سوروایول هارد. بهترین سرور ایرانی، برترین، بزرگترین، بهترین. بله. یه مقداری کاکتوس جمع کنیم برای خودمون، اینا هم به درد میخوره برای بچه. حس میکنم اولین اتفاقی که برام میفته اینه که زمانی که برسم به بایوم پلینز پر از پلیر میبینم، چون هیچکی اینجا نساخته، قطعا همه همونجا تلمبار شدن. حاجی پشمام یه چوب هم نیست، ما بیایم یه قایقی چیز برای خودمون بسازیم حداقل. من دارم رسما از دنیا میرم، اگه مردم روی سنگ گبرم یادتون نره بنویسید. رسیدیم، خدا رو شکر یه بایوم درستی پیدا شد حداقل. این جنگل باز بهتره چی، همینجا شروع میکنیم دیگه بسازیم لب به لب دزرت. البته اگه عمری باشه برامون که بخوایم بسازیم. اوه اوه اوه، چه سه رایگان. این چه سه کسیه؟ شایان، شایان دهنت سرویس. درختان جانگل رو شروع کنیم کندن. من دیگه هر جونی که از دست بدم خطری میشه داستان، چون که جونی ندارم و باید زنده بمونم. اوه 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 اوه، خدایا یک کمکی میخوای من کنی، اینا رو لطفاً کلیم نشده بذار. ای دهنش سرویس، همه کلیم کردن اینجا رو، ولی در عوضش به یه جای خیلی زیبایی رسیدیم. ماهیان، ماهیان، باید حمله کنیم به ماهیان. اینجا به هیچ چیز نباید رحم کنیم، چون همه گشنه ایم، گشنه خالص. اینجا با استیک. اوکی گرفتم، بزنیم بر بدن. خوبه یه چند دقیقه جون گرفتیم. اینو نگاه کن، اینو نگاه چی ساخته. این خونه رو کی ساخته؟ اوستای بنا ساخته، با چوب نعنا ساخته، اوستای بنا ساخته. بده من امیر. اوکی باید با زامبیام درگیر بشم. اوه من حس میکنم الان میمیرم، برای همین روز مختصات رو سریع یادداشت کنم اینجا بیام سریع، چون خیلی جونم کمه و احتمال زنده موندنم زیر صفره. البته هیچ چیز نشدن نیست، الان کریپر ما رو یه جوری میزنه پشمامون بریزه. گفتم که بیا اینجا، اینجا من باید فایت میدم. مارتین فورت، مارتین فورت، یه ضربه دیگه بهم بزنی اون دنیام. اگه یک ثانیه لگ بشه کارم تمومه. نمیذارم، من اینجام، من اینجام. برونور، اینجا سرزمین پیکارمیاست، جای زامبی نیست. چرا نمیمیره؟ برم توی آب حداقل. آها لگم برطرف شد، خوبه. اینجا ببین من باهات فایت میدم، تا زمانی که زنده هستی مشکلی نیست. من آها گرفتم، خوبه. یکم تمدید کردیم زنده موندنمونو. 100 تا هم کلیم بلاک داریم همونجوری که دارین میبینین. بعد دیگه آخ اسکلتون، برادر اسکلتون. و این چی میخواد اینجا دیگه؟ داش تو چی میخوای اینجا؟ الان یه پرش کوچیک میتونه به زندگیم پایان بده. برم اینجا. من حال ادامه دادن ندارم صادقانه. توف به این شانس. برگشتیم به یه جای اسپان شدیم. آها اوکی، یه لحظه یه جای عجیب غریب بودیم، حالا دوباره برگشتیم به لابی. به به، با داداش رادین داریم زامبیای توی لابی رو میکشیم
که بریم ببینیم چیکار میشه کرد. خیلی زیادن تعدادشون، عمل تو دو تان ولی داشت شدین. من اینو برمیدارم چون میدونم تو بچه ریچکیدی هستی، برای خودم برش میدارم. اینم که دیگه بزنیم کارش تموم شه. اوکی میگه داوودو بیار اینا رو بزنه. اوکی اینا رو به من تموم شد. رادین خیلی تاثیرگذار بود، عالی بود. پشتت بازم داره میاد. رادینو کشت الان دوباره. اوکی رادین فایت، رادین جاست فایت مارتین فورت. من بعد اینجا یکم زامبی غذا جمع کنم، بعد برم اونور اینور بگردم که بتونم حداقل با غذا برم. غذا که داشته باشم دیگه فایت هم میتونم با این اون بدم. اوه 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 اسپایدر من. جنگ تن با تن سختیه. یکیش من یکیش تو رادین. اوه دوتا الان تارگت کردن رو من. یکیشو زدیم. من مختصاتو دارم، این مختصاتو مستقیم میرم تا برسم به اون بایوم ببینم چیکار کنم دیگه، و توی مسیرم هر چقدر غذا دیدم برمیدارم ببینم چی میشه. مختصاتم دوستان فکر نکنید بهتون نمیگم. 324-70-400 تموم شد و رفت. اینجا من دیگه ترسی از کسی ندارم، مردم دوباره میام میکشمتون. باز هم مثل همیشه به جز استیک چیزی گیرمون نیومد. بعد مسیر مستقیم بریم تا حداقل یکم غذا جمع کنیم و کارمون راه بیفته. دوباره فکر کنم از دنیا برم. یا خدا چه وضعیتیه. اوه 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 آیتمار ره ببین، این مال کیه دیگه؟ خدا این خدا بخواد چیزی رو برسونه. پشمام اولین اتفاق اینجوری بود که یه دفعه بیاد یه ست استونیج بهت بده، البته ادوانسمنت اون، ولی ست سنگی بهت بده. الان خیلی ما رو جلو انداخت، الان به راحتی میتونیم غذامون رو حداقل جور کنیم با همین اچ‌پی کمی که داریم و ناقص. غذامون راحت جور میشه. آها فقط نباید اصلا به طور اسکلتون بخوریم چون درجا ما رو میزنه. اوکی داشت به اینجا، به اینجا ضربه آخر تموم شد. عجیبه هیچ روتن فلشی هم بهمون نمیده. اینا رو من بکشم ببینم میتونم همینا رو حداقل غذاشون رو بخورم چون خیلی اوزام خیته. اینم که افتاده دنبالم، منم اچ‌پی ندارم اصلا فایت بدم. داشت میخوام بندازم پایین. برو پایین، برو پایین ببینم. ناکبک هم نداریم. اوکی خوبه، امیدوارم این یه روتن فلشی برامون داشته باشه بتونیم بقامونو تمدید کنیم. اوکی بترک بترک. اوکی داشمون اومد. اینجا ببینم میتونم تو رو بزنم و یه روتن فلشی بگیرم. بله تو یکی چی؟ تو یکی هم باید بتونم همین بلا. امیدوارم اون کسی که مرده بود داریم ویدیو رو میبینی، امیدوارم اگه مردی بتونم وسایلت رو سربلند بیرون بیارم و ناامید نشی از من. دلو باید به دریا بزنیم فعلا. یکم ماهی برداریم بتونیم حداقل غذامون جور بشه. بله هیچ ماهی اینجا نیست، باید بریم تو دریا. اوه چندتایی ماهی دیدم، بریم سراغشون. یه مقدار گوشتشون رو بگیریم. خوبه هم چقدر جون میده، فکر کنم هر کدومش یکی بده. آره درسته. خوبه چون ماهی اینجا زیاد است میتونیم حداقل صبح و اینجور جمع کنیم که بریم شب دیگه یه کلمی پیدا کنیم بعد بگیریمش و کارو در بیاریم. بده من اینو. آها تو هم بیا اینجا، تو هم آخریشی دیگه. وایسا اینجا اینم. اوکی یکی دیگه هم اینجا دیدم، اینم بزنیمش. من یه مقدار ماهی جمع کنم بعدش بریم حالا ببینیم میتونیم بیسمون رو پیدا کنیم یا نه. صیاد برتر سال، خودم هم خدا وکیلی 28 تا ماهی جمع کردم تا یه مقدار غذا داشته باشیم بتونیم بریم مسیر رو پیدا کنیم. البته فکر کنم الان پیداش کردیم دیگه، اگه جزیره هم باشه من اینو کلی میکنم چون جای خوبیه. به 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 پشیمون شدم همین الان، مثل اینکه شنیه. آها داریم همون مسیر قبلی رو ریپیت و تکرارش میکنیم. الان میرسیم به همونجا، مختصات و کامل درست اومدم. بچه ها کسی الوار چوب داره؟ الوار چوب دیگه چیه؟ مگه به زمان قدیم داریم سفر میکنیم؟ الوارها را بیاورید. بچه ها اینجا داریم الوار جمع میکنیم، توجه کنید به این نکته. الوارهای من رو بدید. یه سپلینگ هم بگیرم دیگه کارم را میفته. من باید با این تبر خدا بیامرز باید بگیم چون کسی که اینو داشت مرد. کارمون انجام بدیم، یه مقدار چوب جمع کنیم که این چوب هم هستن. اینا رو هم برداریم. اوه 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 اینجا رو ببینم و روی اینا همه نیاز میشن. الان ماهی ها رو اگه سرخ کنم بهتر میتونم جلو برم، اچپی بیشتری میگیرم و در نهایت وضعیت هم بهتر میشه و بیشتر میتونم سیف کنم غذا رو. فقط داره شب میشه باید سریع به جنبم. اوکی دیگه کافیه، باید سریعا. الان فانتوم ها بهم حمله میکنن، اینجا رو اصلا کلیم میکنم. خوبه جای خوبیه خدایی. 19 تا کلیم برام باقی موند. به جنب نیان.
اصلا فانتوم و همه چی میخواد به حمله کنه. عالیه، خوبه. همین اطرافم گرفتم دیگه، راحت شدیم. غذامونو میتونیم تا ظهر آماده کنیم که دیگه شب وضعیتمون بهتر بشه. برعکس گفتم، شب غذا رو جمع کنیم که صبح دیگه بزنیم بیرون، از لونمون بزنیم بیرون. یه جورایی شیر تو قفس مثل شیر بیرون قفس. اصلا باور کنید من اصلا وقتی اینجام حس میکنم یه شیری تو قفس مونده. من نه، یه شیری کلن و نوری هم براش نیست. بازم من نیستم. کرافتینگ تیبل، اولین کرافتینگ تیبل بالاخره تونستم بسازم. خدا وکیلی خیلی اینم هارده. یه چستم بسازیم. البته هیچکی نباید جای منو پیدا کنه، چون که پیدا کنن بد میشه. اوکی، اینم میگیرم اینجا، اینم اینجا. اوف، نور میده به این دیگه. اجاق خودش نور میده به همه جا، کارمون را میفته. حالا یه مقدار با سنگ جمع کنیم، فضا رو بزرگترش کنیم. بعد من یواش یواش فقط هی بفهمم شب میشه، صبح میشه، چیه؟ هنوز شبه، شبه. اوکی. به همین دلیل باید حواسم خیلی به زیر پام باشه. یارو یه دفعه یه چی نیاد برم زیر زمین. زغال، زغال الهی. یه جا اومدیم پر زغاله. شانس ما رو میبینی؟ اولین غذاهای ماهی بزن بر بدن. اوه، 2 HP و نیم به میده. دو تا هانگر البته. گنگ رسما. چقدر تاریک شده اینجا. کمی باید با استیک برای خودمون مشعل بسازیم و باهاش آماده بشیم برای اینکه بزنیم بیرون دیگه. البته الان فکر کنم دیگه صبح شده و خیلی وایسادم اینجا. حقیقتش هم بخوام بهتون بگم مثلا روز بعد داستانه و الان باید سریع هم بریم بیرون. آزادی، نور برای این جنگل. منظورم اینه که خیلی جنگل خوبیه واقعا. اینجا جای عالیه برای ساخت و سازمون، منتها یه مقداری هم خطرناکه. کلیم من فکر کنم اینجا بود اگه اشتباه نکنم. آره دقیقا همینجا بود. خوبه، جای صافیه کلن. اینجا منطقه دن سرویس تمام پلیرها خواهد بود، قول میدم بهتون. همه هم اینجا قبیله‌ای شدن، فقط خودمون موندیم. بعد حالا ببینیم کلیممون چقدره که اندازش خدایی کوچیکه. یکم باید بزرگترش کنم و البته چستایی که شب جمع کرده بودم اینجا رو همه رو بذاریم اونجا. به به، سلطان بیا اینجا. اوکی، هیچی هم داخلش نبود. چست کرافتینگ آماده است. البته صافش بذار کنم. حالا آماده است. حس میکنم تارزانم الان. هیچ کس اینجا نیست، پر درخته و قشنگ انگار رسما تارزانم. باید اینجوری برم نکنید بچه. بله، کم گشت و گذار کنیم این اطراف ببینیم چیزی هست. خب چوب زیادی هست. اینجا هم یارو اومده بسازه که خدا رو شکر نساخته. بکنم فرصت زیادی داشته باشیم بتونیم خوب چیز میز جمع کنیم برای خودمون. من هم یه چیزی که خیلی دوست دارم و میچسبه تو این سوروایول اینه که واقعا همه دارن قبیلهی جلو میرن، ما هم قبیلهیش کنیم. الان میایم. ایدهی که در ذهن دارم اینه که بیام و با درختای چوبی برای خودم حصار درست کنم، مثل قبایل نمیدونم چی بود، سوئبی بود فکر کنم اسمش. خیلی ساختارشون دوست دارم، همش با چوبه. یه چیز خیلی خفنی میشه و قشنگ حصارای چوبی اصلا یه چیز سمیه. اسم قبیله هم میذارم پادشاه جنوگل. نه جنوگل که نه، ولی جناگل خوبه. جدن چیز سمی میشه حس میکنم. بعد یواشاش گسترشش هم بدم، اول چوبی بعد همینجور جلو، همینجوری باید بره به داستان. اوه شب شد، مثل اینکه خطریه و من اصلا جمع نکرده بودم برای خودم بدون داستان، من اصلا پیگیرش نشده بودم، ولی قضا دارم خدا رو شکر. شروع کنیم بنا کنیم اون پادشاهی خودمون رو. برو بالا. بله منطقیه. این بیا بالا داشت. نیا نیا، خدایی جان تو، جان تو مردی. 1 2 3 1 2 3. میتونم اول اصلا ترید کنم با این اون. تا کجا کلیم همه بذار قشن ببینمش. خیلی کوچیکه، خیلی کوچیکه. داشتی میخوای خدا کلی من چی دارم که میخوای منو بزنی الان واقعا. بعد بیارمش قشنگ لب به لب. بعد ایده جمع کنم برای اینکه چجوری بزرگترش کنم. درآمدش که از هویجه، پس باید هویج جمع کنیم قاعدتا. البته یه گلدن چیزم نیاز دارم که بیامو. اوکی داره آماده میشه. با شوول یه مقدار بیسم بزرگترش کنم. عالی شد برو بچه. ملاک در اینجا بزرگ کردن ملکه زمین، چون که در آینده میشه اتک داد بچه ها احتمالا توی آپدیت. برای همین باید برای خودمون یک چی بگم، قلعه ای رو بنا کنیم. اومدیم استرانگ هولد رسمن. یک پیام برای ریچارد شیردل، نیروهای شما در مسیر جنوبی به فاک
این وضعیت درست نیست آقا. به فنا رفتند. یک پیام از وزیر. این آخرین فرصت توست. این بیچوبی چی میکنه با آدم؟ اصلا چوب ندارم، مغزم کار نمیکنه. بارون بارونه پیش من میمونه. از اونجایی که من یه نفوذ و یه اینفلوئنسی دارم یا همون شهرتی دارم، میتونم ازش استفاده کنم و چیز میز بگیرم. شاید فکر کنید که وای پیکیم تو الان میخوای بری دایمن جام کنی، وای چه کار خزی توی مانکرا میخوای انجام بدی. نه من دیگه رد دادم رسما، میخوام برم وسایلم اول بذارم برای خودم، بعد میرم با قبایل مختلف برم یه تجارتی انجام بدم، یه وعده وعیدی بهشون بدم و در عوضش یه چیزی ازشون بگیرم. بله دوستان، فرق سروایول هارد با سروایول های دیگه دقیقا توی اینه. عروس باریسته، عروس باریسته، باشمون اسکلتون مثل اینکه ولکونش اتصالی کرده با... بس چی میخوای اینجا؟ چه حرفه ای زدمش، داشت من جا خالی میدم، داشت چی فکر کردی؟ آها آها عالیه. اگه یه بد داشته باشم یه ریسپان پوینت مطمئنی دارم، اون متاسفانه اون بد نیست. بعد وسایلی که جمع کردم و میذارم اینجا، مطمئنم افراد مثل کیر لوله پیدا میشه که بخواد. همه هم گفتن آره، قبیله گفتم اینجا داریم، همه گفتن آره. بعد برم باشون یه صلح چیزی ببندم. داشت من هنوز بریدت نکردم، قاعدتا نباید بیای طرف من. وابسته شد. اوکی. وای 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 وای. او بچه هنوز صبح شده؟ نه هنوز صبح نشده. فکر کنم برای این اپیزود کافی باشه و میخوام یکم بذارمتون توی کف که اپیزود بعدی. یا خدا این کیه؟ هی یهودی نه اینجا، اسماشون هم نمیان. آه اومد پشمام. او بچه این اپیزود تموم میشه، بعد یه جوری برم بیرون سری وسایل فقط بذارم که این اپیزود با وین تموم بشه. اینم کجا هست؟ این یاروه چی میگه؟ یه جوری خودم میرسونم سری وسایلو بذارم، میدونم که میمیرم، میدونم که میمیرم. بغ زل کنی آخه، خب یه خودم به من گوش کن. توضیح دادم که نظم اینجا رو به هم بریزی سه روز مینویسم ببرنت بازداشت. من زندگیمو باختم آقا، من از حبس میترسم. وای حسین کشته شد.